اما بریم سراغ همستر کامبت، بازی رمزارزی که دیگه کمتر کسیه که توی فضای آنلاین باشه و ازش خبر نداشته باشه. ما پیش از این و روز چهارشنبه هم بهش پرداختیم، حالا واکنش ها بهش گسترده تر هم شده، از فتوای چهره های مذهبی درباره جایز نبودنش تا اظهار نظر پلیس فتا که گفته در حال ارزیابی آسیب های احتمالی همستر کامبت هستیم. نهاد رسمی هم که آره هیچ توضیح ندادن، ولی خب الان کلی آدم توی این ربات معطل، اینن که تولید ارزش کنن، تولید ارزش ریالی یا دلاری داشته باشن. به هر حال الان باید یه ورودی به نظر صورت بگیره، یه اعلامی بکنن، اگه درسته بگن که آقا اصلا همه بریم بشینیم اینجا این کلیک بکنیم پول در بیاری، یا اینکه اگه غلطه بگن که خب بیخود مردم صفحه این موبایلشون رو به خطر نیندازن. اما بیاین با هم یک نگاه کلی به این بازی رمزارزی داشته باشیم. همستر کامبت یک بازی کریپتوییه که بازیکن ها با ضربه زدن روی صفحه نمایشگر امتیاز یا سکه مجازی میگیرن. دعوت دیگر کاربرا در تلگرام یا شرکت در مبارزه های مختلف از دیگر راههایی که میشه امتیاز یا سکه بیشتری کسب کرد. هدف کاربرا از این بازی کسب درآمده، اینکه بتونن سکه های مجازی رو در نهایت تبدیل به پول واقعی کنن، شبیه اتفاقی که برای ناچکوین افتاد و بعد از ارزش در صرافی های دیجیتال بیش از 30 میلیون کاربر تونستن سکه های مجازیشون رو تبدیل به پول واقعی کنن. توسعه دهنده های این بازی گفتن توکن همستر کامبت بر بستر بلاکچین تون ایجاد میشه، اما مسئله اینجاست که همستر کامبت در صرافی ها لیست نشده و تا وقتی این اتفاق رخ نده نه ارزشش مشخصه و نه اساساً امکان تبدیل این سکه های مجازی به پول وجود داره. نامشخص بودن توسعه دهنده ها، شرکت سازنده، کشور محل فعالیت و نبود ورق های سفید از دیگر مسائلیه که باعث نگرانی بعضی ها درباره این بازی شده. اما همه نشونه ها هم انقدر منفی نیست. همکاری سازنده ها با صرافی بینگ اکس از جمله نمونه هایی که برای بعضی امیدوارکننده است، چون امید به لیست شدن توکن همستر کامبت رو بیشتر میکنه. بعضی ها هم درباره اوراق سفید به ناتکوین اشاره میکنن که سکه های مجازیش به پول واقعی تبدیل شده، اما هنوز اوراق سفید نداره. همستر کامبت 6 فروردین امسال راه اندازی شده. به گفته دست‌اندرکارهای این بازی در 11 روز اول فعالیت بیش از 1 میلیون کاربر داشته. حساب کاربری همستر کامبت در اکس روز پنجشنبه نوشت که تعداد کاربراش در طی فقط 72 روز به 116 میلیون نفر رسیده. میزان استفاده از همستر کامبت در استانهای مختلف رو طی هفته گذشته اینجا میشونید ببینید، یعنی از 10 تا 17 خرداد. همونطور که میبینید کرمانشاه با ثبت عدد 100 رتبه اول رو داره و بعد از اون استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کردستان قرار دارن. دوستان این برنامه همستر رو خیلی ها دارن، این هم خلاقیت جدید آقا تاها. میتونی دورش رو بالا ببری، سکرام تم شد، همین باز زیاد میشی. بیا تصویر همستر کامبت به دانلود اپلیکیشن ها هم رسیده. بر اساس آمار در هفته گذشته 3 اپلیکیشن کلیک خودکار در بین 15 اپلیکیشن پرطرفدار دانلود شده از گوگل بودن. اپلیکیشن هایی که بعضی از اونها ممکنه از نظر دسترسی هایی که لازم دارن برای امنیت کاربرا خطرناک هم باشن. اما در این رابطه بیشتر گفته میکنیم با اردشیر طیبی، روزنامه‌نگار که از دوسلدورف با ما همراه شدن. خوش اومدید آقای طیبی. به نظر میرسه که بسیاری دارن با این بازی کار میکنن بدون اینکه بشه گفت پاشون روی زمین سفتیه، همچنان سوال راجبش زیاده. به هر حال بازی‌های این چنینی چیز جدیدی نیستن، ما در مدل‌های سنتی‌تر هم دیدیم اینا رو که سازندگان چنین اپلیکیشن‌هایی از طریق فروش تبلیغات یا خریدهای در اون برنامه‌ای کسب درآمد می‌کنن و بعد بخشی از این درآمد رو طی فرآیندهایی به صورت تصادفی بین کاربران تقسیم میکنن. در مورد بازی‌های کریپتوکارنسی این قدری تفاوت داره. همستر کامبت در حال حاضر همونجور که گفتید بیش از 100 میلیون کاربر داره و در همین مدت با استفاده از این کاربرا درآمد هنگفتی رو هم به دست آورده و فقط در یک مورد، ویدیویی که سازندگان این اپلیکیشن 2 روز پیش در یوتیوب منتشر کردن، حدود 50 میلیون بار مشاهده شده و فقط همین یک ویدیو برای سازندگانش بین 50 تا 100 هزار دلار در تخمینی بدبینانه درآمد داشته.
همسر کامبت درآمدهای عیان دیگه هم برای سازندگانش داشته و میشه تا حدی تخمین زد که احتمالاً در همین مدت کوتاه یک چند میلیون دلاری به جیب طراحانش سرازیر شده و به ازاش مقداری سکه فعلا بی ارزش بین کاربران هم تقسیم کرده. کاربران حالا امیدوارن که با عرضه رمزارز همسر کامبت بتونن این فعالیت‌ها رو به رمزارزهای با دوام‌تر یا حتی ارزهای سنتی مثل دلار و ریال تبدیل بکنن. اما دو نکته اینجا مهمه. نخست اینکه اینها هنوز تاریخی برای عرضه رمزارزشون به صرافی اعلام نکردن، اگرچه اعلام کردن که مذاکراتی در جریان و آمادن که این کار انجام بدن، اما هنوز تاریخی اعلام نشده. از طرف دیگه با وجود این همه کاربر مشتاقی که منتظر فروختن این رمزارز احتمالی نشستن که سودی به دست بیارن، میشه حد زد که این رمزارز خریداری هم نداشته باشه و سودی به کسی در نهایت نرسونه، یا اگر هم داشته باشه ارزش این همه وقتی که براش گذاشته میشه رو نداشته باشه. اما خطرات استفاده از این اپلیکیشن فعلا دست کم حداقلی بوده. اگر روی لینک آلوده کلیک نمی‌کنید، پولی بابت بات‌ها و ترفندهایی که مدعی می‌تونن سکه بیشتری به حساب شما اضافه بکنن پرداخت نمی‌کنید، و مهمتر این که فقط از وقت‌های مرده‌ای مثل داخل اتوبوس و تاکسی و این جور چیزها برای افسودن به سکه‌هاتون استفاده می‌کنید، احتمالاً چیزی رو از دست نمی‌دید و شاید هم شانس بیارید اندکی پول هم به دست بیارید. سپاسگزارم از شما علی‌شیر طیبی، روزنامه‌نگار که از دوسلدورف ما